بارش بادمجان در تهران، شوخی هالیوودی پر سر و صدا. انتشار ویدیوهایی از بارش بادمجان در شبکه‌های اجتماعی موجب حیرت بسیاری از افراد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این ویدیوها توسط یک طراح حرفه‌ای جلوه‌های بصری که سابقه همکاری در چندین پروژه سینمایی هالیوودی را هم در کارنامه دارد، ساخته شده است. از ظهر امروز ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند با توضیح بارش باران در غرب تهران. نخستین ویدیو منتشر شده از داخل یک خودرو ضبط شده است که در آن شخصی میگوید الان سمت شهرکیم و از آسمون بادمجون میباره. اشاره او به شهرک احتمالاً به شهرک غرب است. پس از آن دو ویدیو دیگر هم از بارش بادمجان منتشر شدند. یکی از این ویدیوها در نزدیکی برج میلاد ضبط شده است تا این گمان را که بارش بادمجان در غرب تهران بوده تقویت کند. ویدیو دیگر هم از زاویه یک دوربین مدار بسته است. آنچه در این ویدیوها جالب توجه است این است که زمان آنها بسیار کوتاه بوده و واکنش ها محدود به دویدن دو سه نفر در محدوده تصویربرداری است که به نظر می رسد کاری از پیش هماهنگ شده باشد تا طبیعی تر به نظر برسد. محدود بودن خبر بارش بادمجان در غرب تهران به همین چند ویدیو منتشر شده و عدم گزارش همچین مورد عجیبی از سوی افراد دیگر در شبکه‌های اجتماعی و یا رسانه‌های رسمی ساختگی بودن آن را تقریبا قطعی می‌کند. برخی هم برای توجیه این رویداد به وزش باد در شهریار و بلند کردن بادمجان‌ها از این منطقه و سپس بارش آنها در تهران متوسل شدند، اما صادق ضیاییان مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور آن را قاطعانه تکذیب کرده و گفت اولا این ویدیو قطعا ساختگی است و در درجه بعد هیچ گردباد یا تندبادی در شهرک غرب مشاهده نشده است که چیزی با خودش آورده باشد. اما این ویدیوها واقعا کار چه کسی است؟ بررسی ها نشان می دهد که نخستین بار شخصی به نام امین تقی‌پور قبل از ظهر امروز ویدیوی ضبط شده داخل خودرو را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است. او خودش را در اینستاگرام طراح حرفه‌ای جلوه های بصری معرفی کرده و نمونه های دیگری از این شعبده های تصویری را هم منتشر کرده است. ماکان مهرپویا در رابطه با ویدیو منتشر شده توضیح بیشتری در توییتر ارائه می دهد. او نوشته است دوست من امین تقی‌پور مدیر جلوه‌های ویژه است توی هالیوود. زمان درگذشت پدرش برگشت ایران و به خاطر کرونا پروازش کنسل شده و فعلا مونده. اینه که داره واسمون سرگرمی‌های هالیوودی تولید می‌کنه فعلا. مهرپویا که خودش رو در توییتر کارگردان معرفی کرده، لینک صفحه تقی‌پور در سایت IMDb رو مرجع اطلاعات سینمایی رو قرار داده که مشخص بشه او در طراحی و ساخت جلوه‌های بصری فیلم‌های شناخته شده همچون جنگ برای سه سیاره میمون‌ها، بلید راند 249، مردان ایکس مکاشفه و شاه آرتور افسانه شمشیر حضور داشته است. اگرچه بارش اشیا، حیوانات و میوه‌ها در جریان طوفان و بادهای شدید موضوع نادری نیستند، اما سال 1398 که با روزهای غمزده شیوع کرونا رو به پایان است، با چنان اتفاقات عجیب و غریبی گره خورده که بسیاری از افراد بارش بادمجان در آرامترین روز تهران را که نسیم خنکی هم در آن جریان نداشته باور می کنند.